گفتگو با شیدا بازیار، نویسنده رمان شبها تهران آرام است. فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی. گشتی در دنیای عکس‌های حسن سربخشیان. شبها تهران آرام است عنوان کتابی نوشته شیدا بازیار که به تازگی به فارسی ترجمه شده و توسط نشر فروغ در آلمان منتشر شده. شیدا بازیار که در آلمان به دنیا اومده، در آلمان هم بزرگ شده و پدر و مادر ایرانی داره. اون در رشته نویسندگی خلاق تحصیل کرده. شبها تهران آرام است اولین رمان شیدا بازیاره که در اصل آلمانی نوشته شده و چندین جایزه ادبی برده، از جمله جایزه اولاهان. داوران جایزه اولاهان رمان شیدا بازیار را یک اثر ارزشمند ادبی توصیف کردند که بازتاب دهنده شرایط امروز آلمان در رابطه با پناهجویانه. شیدا بازیار امروز از آلمان مهمان منه. اگه ممکنه خلاصه ای از داستان رمان رو برامون بگید. رمان شبها تهران آرام است درباره یه خانواده ایرانی است که بعد از انقلاب مجبور می شوند ایران را ترک کنند و به آلمان بیایند. داستان در سال 1979 شروع می شود و در این بخش بهزاد، پدر خانواده، داستان را نقل می کند. او مبارز چپ است و کم کم داره از انقلاب ناامید می شود. در بخش دوم، در سال بعد، ناهید، همسر بهزاد، از آمدن به آلمان و از فرارشون تعریف می کند. همچنین در سال بعد، لاله، دختر بزرگ خانواده، از سفر به ایران و در سال بعد در بخش چهارم، مراد از زندگی در آلمان و جنبش سبز تعریف می کند. و در آلمان این کتاب بیشتر با دید پناهندگی و جا افتادن در کشور آلمان گفته می شد. اما برای من بیشتر کتاب درباره انقلاب اسلامی و اثر متفاوت آن به افتاد متفاوت این خانواده است. چطور شد که به فکر نوشتن این داستان افتادین؟ اول برای من فقط انقلاب جالب بود. من درباره انقلاب خیلی کم میتونستم و از جزئیات ها اصلا اطلاع نداشتم. من میخواستم مادر و پدرم را بپرسم که داستان آنها را بنویسم که برای همیشه بماند. میتونستم که آنها در انقلاب شرکت کرده اند و چیزها به چشم خود دیدند که در آلمان به آنها توجه نمی شود. فکر کردم که این درست نیست که آنچه انقلاب برای خانواده ها یا حتی برای کسانی که خارج از کشور به دنیا آمده اند کرده است نادیده ببینم یا از جنبش سبز سکوت بکنم. در این دلیل کتاب از انقلاب تا 40 سال بعد از انقلاب در این کتاب است. هر فصل از رمان و یکی از اعضای این خانواده مهاجر روایت میکنه. چرا چنین ساختمانی رو برای روایت انتخاب کردید؟ میخواستم شیوه های مختلف به کار ببرم و نمیخواستم این داستان را تنها از دید یک نفر تعریف کنم. چون اگر یک زن باشد که به کشور جدید میآید، خیلی فرق دارد با آمدن یک مرد. یا همچنین بچه که همراه مادر پدر باشد وقت فرارشون خیلی فرق دارد با بچه که خارج از کشور به دنیا بیاید، یا حتی بچه موقع فرار بچه اول خانواده باشد یا بچه دوم و سوم. و هر کدام از این شخصیت ها به شیوه خود حرف می زنند. من خواستم که آنها با زبان خود حرف بزنند، چون ما با شخصیت ها در این را خیلی بیشتر آشنا می شویم. کتابتون 5 سال پیش که در آلمان منتشر شد چندین جایزه گرفت. خودتون فکر می کنید دلایل استقبال از کتابتون در آلمان چیه؟ اول اینکه در چارچوب ارزش‌های ادبی بود. فکر کنم چون اینکه شخصیت ها خودشون با
زبان خود که حرف میزنند و هر کدام ریتم خود دارد. این در نوشتنش یا در خواندنش مهم بود. دوم حرفی هم برای گفتن داشت، چون با این کتاب و کتاب‌های دیگر درباره پناهندگی در ادبیات آلمان حرف زده شد و این برای خواننده آلمان مهم است و من خیلی خوشحالم که در آلمان کسانی زیادی هستند که به سرنوشت پناهندگان علاقه دارند. ممکنه چند خط از کتاب رو برامون بخونید؟ کتاب ها را زیر دامن او پنهان می کردیم. کتاب های قدیمی شعر فارسی، بیانیه های سیاسی، کتاب های ماکسیم گورکی، کتاب های کودکان صمد برنگی، بانوی محسن محترمی که گاهی اوقات دستهایش را می بوسیدم، خودم را در مقابل او همیشه کمی غم می کردم تا بلندتر از او نباشم. دستهایش در میان دستهایم می لرزیدند. نمی توانستم این را به بزاد بگویم. بزاد باید خودش متوجه می شد که دستهای مادرش همیشه می لرزند. او همیشه بوی می خک می داد. همیشه دعای خیر بر سر زبانش بود. گاهی اوقات به زور دست مرا می کشید تا ببوسد. ما هر دو می دانستیم که او نباید این کار را بکند. من باید قوی باشم و نگذارم که شرمنده او بشوم. اما دستهای کوچک و پرچین چروک مادر بزاد قوی بودند. مجموعه ای از نقاشی ها و چیدمان های فاخت شمسیان با عنوان درخت باژگون در گالری آرام برگزار شد. درخت باژگون در اساطیر درختیه که ریشه هاش در آسمانه و نوک شاخه هاش در دل زمین. تلفیق گیاهان و اعضای بدن نقش مایه تکرار شونده کارهاست. مثلا در این چیدمان که گیاخیم یا گیاه سرش نام داره، اثری که تداعیگر نیم تنه زنان است و بزوانی از شاخه های درختان داره و از سینش گیاهی سبز رویده. یا در این چیدمان که عنوانش هست ناف و حجم بزرگ دایره شکلی رو میبینیم که از سقف نمایشگاه معلقه و تصویر درخت معلق اساطیری رو در ذهن تداعی میکنه. این در هم آمیختگی گیاه و تن رو میشه در نقاشی های شمسیان هم دید. در تابلوی جانوران شکوفان پیکری دونیم شده رو میبینیم که به درختی قطع شده شباهت داره. در این حال شاخ و برگ گیاهان به اعضای مسله شده تن آدمی بی‌شباهت نیست. آثار شمسیان همه به نوعی با مفهوم رویش پیوند دارند، اما به نظر می‌رسه که در جهان او این گیاهانند که بر انسان غلبه کردند و بر او مسلطند. پسر مادر اولین فیلم داستانی بلند مهناز محمدیه که قبل از این بیشتر به عنوان مستندساز شناخته شده بود. این فیلم هم مثل بقیه مستندهای محمدی موضوع اجتماعی داره و فیلم نامش رو محمد رسولوف نوشته. این فیلم در چندین جشنواره بین المللی به نمایش در اومد و جوایز زیادی هم گرفت. از جمله جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره روم و جایزه ویژه تماشاگران جشنواره فیلم استانبول. حالا هم منتظر اکران در ایرانه. تماشا با مهناز محمدی درباره پسر مادر صحبت کرده. کارتونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم. یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده. دیگه تکرار نمیشه. نمیدونستم اینقدر دیر میای. روشنش میکنم ببینم میخوای چیکار بکنی. یه آقا
یادت همونه که با راننده سرویس کارخونه بریزی رو هم. جون بچت دست از سر من بردار. بابا من شما رو دوست دارم. به سایه یه مرد رو سرت. به خدا نعمت ها. من نمیتونم پسرم ول کنم. شخصیت و پرداخته من نیستم، پرداخته اجتماع. من همه اینها رو ما به ازای واقعیشو از توی اجتماع تک تک گرفتم. دردیه که فکر میکنم همه جامعه ما گرفتارشیم. مدام در حال غر زدنیم از یک سیستمی، از یک حکومتی، ولی یادمون میره که تک تک ما اون سیستم و حکومت رو ساختیم و اگر دست از این سنتمون بر نداریم همچنان ما تراژدی تولید خواهیم کرد. محصولمون جز رنج هیچ چیزی نخواهد بود. من درسته این چیزی که دلم میخواد بگم در مورد این فیلم که قصه چی هست، قصه اینه که ما چجوری رنج تولید میکنیم. من چجوری تولید کردم؟ من کردم، حتما شما هم کردید. قصه خیلی ساده ایه. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟ نمیخوای؟ میخوام. پس باید قبول کنی، خیلی زود میگذره. منم اونجام، چند تا اتاق اون برتر. فکر میکنی سخته؟ اگه بخوای سخت نیست، من امتحان کردم. فقط باید نشون بدی که هیچی نمیشنوی، حرفم نباید بزنی، وگرنه نمیتونی اونجا بمونی. مثلا الان صدای منو میشنوی؟ همه. تو هیچ وقت نمیتونیش مادر و بچه ای رو از هم جدا بکنی، ولی اینجا جداش میکنی و وقتی خوب و عمیق نگاه کنی میبینیم اونایی که این اتفاق رو به وجود آوردند، همون آدم ها، همون همسایه هایی که صداهاشون رو میشنویم، همون کارگر کارخونه که تصمیم میگیرن برای این زن، اونها هستن که این جدایی رو به وجود میارن. پنج شیش تا زن پشت صحنه بودن و چندین بازیگر جلوی دوربین. مجموعی بودیم از آدمهایی که چون در یه پروژه لو باجت، چون به هیچ جایی وابسته نیست، از جایی پول نمیگیره، داشتیم کار میکنیم. میدونستیم که به خاطر پولش نیست ما اینجاییم، یک چیز دیگه اینجا هست و میخواستم بهشون همزمان که داریم با هم کار میکنیم بگم که من اگر اینجا هستین به حضور کامل شما و پر اعتماد به نفس شما نیاز دارم. تک تکشون فکر میکنم این قصه قصه خودشون میدیدن، چون زن رو تنهاییش رو زندگی کرده بودن و سنت خب یه بخشی از زندگی ما زنها هست و قصه هممون بود. من همیشه لذت میبرم از اینکه کسی جلوی من باشد که اون بتونه یک چیز رو اضافه کند و خوشبختانه آره توی این فیلم بازیگرانی داشتم که لذت میبردم از حضورشون و بهشون میگفتم که من اینجا منتظرم ببینم تا اینجا رو من دارم میگم، اینجا به بعد رو تو چی کار میکنی. و فکر میکنم بچه های فیلم شاهدش بودن چند تا صحنه ای رو که اتفاق افتاد. خوشت میاد انگشتری؟ خوبه. بخاری بزن. نه خوبه. سرما نخورین یه وقت. فالودی گرفتن بهتر نه؟ خوشبختانه برای گرفتن بازی ها برای بچه ها زیاد کار سختی نیست، چون بچه ها کمترین کنترل و تحریف رو بر احساس و عواطفشون دارن، تازه ترن، فرش ترن، راحت میشه باشون کار کرد. بزرگترها هم که خب هر کدومشون یه شیوه برخورد خاص خودشون رو دارن. سلام سلام، چای تازه دم. دست شما درد نکنه. نوش جونتون. بفرمایید. ممنون. نوش جون. لیلا خانم اینجا چی کار میکنی؟ سلام، شما خوبین؟ اومدم برای ثبت نام بچه‌م. خوش اومدی. این خانم منو میشناسن؟ ببین شما این خانم میشناسین؟ بله، همسایه خواهرم، اونجا دیدمش. ولی از اون موقع من هرچی میگم واسه ثبت نام به پرواز نیاز هست اصلا متوجه نمیشن.
در مورد سینمای مستقل میخوام بگم که اول تعریف مستقل اینه که تو از هیچ ارگانی، از هیچ حکومتی، از هیچ جایی پولی رو که یک سری نگاه رو دوست داره تزریق کنه به جامعه استفاده نکنی. این سینما در ایران الان متاسفانه جرأت نه کلمه قشنگی نیست، اجازه رشد نداره، برای اینکه هزینه ها به شدت بالا برده شده توسط همون ارگانی ها و حکومتی ها، اینقدر بالا برده شده که یک بازیگری که دستمزدش مثلا 50 میلیون بود 70 میلیون بود یهو رفت روی 1 میلیارد. خب معلومه جز پول نفت کسی نمیتونه این فیلمو بسازه، من نمیتونم. به هر حال یک سینمای صنعتی داره که تو باید فیلمتو پخش بکنی. به تو اون پخش سینما هم باز هم یک جور قصه سازی، یک جور سلبریتی سازی میشه که اگه اونا باشن این فیلم خواهد فروخت. و به تبع سینمای مستقل جونی نداره، مگر اینکه یک سری آدم که با عقاید شخصی خودشون، مثل تهیه کننده که من داشتم، مثل عواملی که داشتیم، که با عقاید شخصی خودشون دوست داشتن این فیلم رو تولید و تهیه بکنن. و خوشحالم که اینا رو داشتم، خوشحالم که فکرمون به هم نزدیک بود و در مورد تهیه کننده خودم تمام تلاشم رو میکنم که فیلمی بسازم که بتونن ازش دفاع بکنن، بتونن بهش افتخار بکنن، حرف خودشون هم باشه. حسن سربخشیان سالها در ایران عکاسی خبری میکرد و خیلی از عکس‌هاش در مطبوعات داخلی و خارجی چاپ میشد. سربخشیان که حدود 10 سال ایران رو ترک کرده، در سالهای اخیر از عکاسی خبری فاصله گرفته و روی پروژه‌های شخصی تر متمرکز شده. از جمله پروژه‌ای درباره یهودیان ایرانی که در داخل ایران آغاز شده و در خارج از ایران هم ادامه پیدا کرده. تماشا با حسن سربخشیان درباره این مجموعه صحبت کرده. عکس همیشه خب چون بدون واسطه صحبت میکنه، باعث میشه که مخاطب تلنگری تو ذهنش بخوره که این چه اتفاقی میفته. از سانسور وقتی صحبت میکنیم، از زندگی روزمره صحبت میکنیم. در ایران وقتی شما درگیر با کار رسانه هستی، یعنی زندگی روزمره شما دچار سانسور هست. من کتاب نبض زمان رو دادم به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز و بعد از ماها پیگیری بالاخره یه روزی آقای به من زنگ زد، گفت که بیا صحبت کنیم با من. من رفتم اداره کتاب وزارت ارشاد، گفت اینا رو همه‌شو می‌خوای چاپ بکنیم؟ گفتم بله دیگه، اینا ماکت کتاب است. یه کاغذ جلوی من گذاشت، گفت اینایی که من میگم رو بنویس. گفت این عکسو چاپ نمی‌کنم. همینجوری 9 تا عکس بر من لیست کرد که عکسایی بود که مثلا از نظر ایشون مشکل داشت. من به خاطر اینکه این کتاب چاپ بشه با بعضیش موافقت کردم. رسید به عکس 18 تیر. گفت اینو برای چی میخوای چاپ کنی؟ گفتم که خب این اتفاقی بوده افتاده دیگه، خیلی مهمه. گفت اتفاقی بود که افتاده دیگه، هر اتفاق مهمی رو که نباید چاپ بکنی، اینم حذف کن. من گفتم خب اینو حذف بکنین دیگه، من نمیخوام کتابو چاپ بکنم. خلاصه ما اونو اونجا نجاتش دادیم. رسید به عکس آقای خاتمی. آقای خاتمی که عکس آخوندک روی عمامش. گفت اینو که دیگه اصلا نمیتونی چاپ بکنی، این توهین به آقای رئیس جمهور. گفتم آقا جان این کجاش توهینه؟ اینو خود آقای خاتمی امضا کرده برای من و سندش این هست که این عکس هست. خلاصه ما اومدیم بیرون، کتابو ما چاپ کردیم. دوره عوض شد. دوره که عوض شد رسید به دوره آقای احمدی نژاد. حالا این کتاب ما بیرونه و من عکس کوی دانشگارم گذاشتم رو جلد کتاب. دوباره یک ممیزی دیگه شد.
به من گفتن آقا جلد کتاب رو باید عوض کنی. گفتم بابا من جلد کتاب شوخی آخه. مثلا اون موقع من مبلغ 10 میلیون تومان هزینه از جیب شخصی میدادم چون کتاب من خودم چاپ کرده بودم. گفت نه اینو باید حذف کنی. گفتم این داخل جلد کتاب چاپ شده. گفت داخل فرق میکنه با جلد کتاب. رسید به عکس آقای احمدی نژاد که دادگاه روزنامه سلام بود و من توی کتاب چاپ کرده بودم. گفت این که اصلا نمیتونه پخش بشه کتاب. در نتیجه ما مجبور شدیم تمام اون صفحاتی که آقای احمدی نژاد بود یکی یکی از کتاب پاره کنیم. همه اون ورقه ها رو از من گرفت. یه سری شما نجات دادیم که الان دیگه تو بازار اون موقع مثلا دیگه سال 15 سال پیش بود میگفتن کتاب نبض زمان با احمدی نژاد بی احمدی نژاد اینجوری معروف شده بود تو بازار. یا مثلا من عکسی بهتون بگم از آقای احمدی نژاد که وقتی در میدان آزادی صحبت میکردم من یه لحظه دیدم یه نفر نشسته پشت آقای رئیس جمهور و پرچم ایران گرفته دستش. یعنی شما تصور کنین 45 دقیقه مثلا رئیس جمهور داره صحبت میکنه یه نفر از زیر همینجوری پرچم ایران نگه داشته. خب این عکس نمادین میشه. یعنی همه چیز مثل یک خیمه شب بازی انگار. من عکسی میگرفتم مثلا از رژه که مثلا آخوند وایستاده نمیدونم پرتقال پوست میکنه. خب فرداش من دوباره ممنوع الورود میکردم به برنامه‌های ارتش. خب آقا اون آخوند توی رژه نظامی نباید پرتقال پوست بکنه. اینجا شما اومدی رژه ببینی. اینجا جای میوه خوردن نیست. به خاطر محدودیت‌هایی که بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بر من پیش اومد خیلی در واقع سخت شده بود کار من. علاقه من به عکاسی مستند این راه نجات من بود در واقع. رفتم سراغ زندگی اقلیت ها و بخشی از این اقلیت ها خوب زندگی یهودی ها بود. ولی باز دوباره یه شانسی که پیش اومد برای من این بود که آقای احمدی نژاد یهودی ها رو در واقع یه جورایی آورد رو صدر اخبار با انکار هولوکاست و خب همین باعث شد که من و همسرم پروانه وحید منش بریم سراغ یک کاری که 2 سال حدودا وقت ما رو گرفت. تمام شهرهای ایران رو جاهایی که یهودی ها زندگی میکردن رو سفر کردیم. تونستیم باشون زندگی بکنیم. یه جورایی تا جایی که امکانش بود بخش های پنهان زندگی اونها رو عکاسی بکنیم. من تعبیرم این هست که در خوف و رجا زندگی میکنن. در یک ترس ناپیدایی همیشه روی زندگیشون هست به خاطر وصل شدن دینشون به اسرائیل. بعضی از شهرها من عکاسی کردم که شعارهایی روی دیوارهایی که محل سکونت اینها بود مینوشتن. مثلا روی کنیسه ها کلمه جود مینوشتن. این کلمه حالت توهین‌آمیزی داره. یا اسرائیل رو در واقع به صورتی که دیکتش رو هم حتی غلط مینوشتن. مثلا دانیال نبی پیغمبری هست که مال بنی اسرائیل و این در واقع وضعیت یه جوری شده که الان برعکس شده. یعنی مسلمان ها اونجا رو صاحب شدن. نه تنها هیچ نشان عبری روی قبر دانیال نبی نیست، تنها 2 ساعت به کلیمیا و یهودی ها اجازه میدن که این قبر رو زیارت بکنن در یک روز، در سال یک روز. و این گنجینه شد که بتونیم در واقع درخواست بدیم برای مجوز چاپ کتاب در ایران. متاسفانه با درخواست ما مخالفت شد. متهم به این شدیم که از اسرائیل پول گرفتیم تا این در کشور اسلامی یهودیت رو تبلیغ کنیم. و خب اینجا نقطه پایانی بود که بر در واقع کار من مخصوصا، چون ممنون کار شدم و مجبور شدم از ایران خارج بشم. شانس این رو پیدا کردم که یک سفری به اسرائیل داشته باشم که بخش دوم این پروژه من بود که مخصوص مهاجرت هست. در واقع یهودیان در مهاجرت رو دارم تصویر میکنم.
چون دیگه یک جورایی با زندگی خود من عجین شده الان. یه مقداری خب وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنی که خودت در واقع اقلیت شدی، این حس رو راحت تر میتونی بگیری که این آدم ها چجوری در ایران زندگی میکردن. شاید اصلا قابل قیاس نیستش این چیزی که من الان دارم میگم، قیاس زندگی خودم با اونها در ایران یه جوری خیلی غیر منطقی هست، چون اونا تو وطنشون بودن و یه جوری غیر خودی بودن. من که رانده شده هستم، من هیچ انتظاری از این جامعه که نمیتونم داشته باشم. این جامعه فقط در حد اینکه امکان زندگی به من داده، من خیلی قدردانش هستم. ولی اصولا میخوام بگم که تبدیل شده الان دغدغه من به تصویر کردن زندگی ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و به صورت اجبار وطنشون رو ترک کردن. بخشیشون یهودی ها هستن. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنونم که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا هفته دیگه، خداحافظ.